دکتر شکرخواه توی ظرف احزاب سیاسی نمی گنجه. ممکنه دوستان احزاب سیاسی مختلف ایشون رو دوست داشته باشن و یه جورایی بگن که از ماست. خوبه که همه بگن یکی از ماست. ولی دکتر شکرخواه متعلق به احزاب سیاسی نبوده. عناصر فرهیخته زیادی بودن که بازوی من رو گرفتند و جناب آقای دکتر شکرخواه یکی از اون عناصر اولیه‌ای بودن که در آغاز کار ما در مؤسسه اطلاعات قوت قلبی برای ما بودند و آگاهی‌های زیادی به ما دادند و مهمتر از همه با مشیشون برای ما سرمشق کردند. تعبیری که من راجع به آقای شکرخواه دارم اینه که بی نیشند و همه نوش. تو همه این سالها من ندیدم کسی ازشون رنجیده بشه. به هر حال قلم در دست گرفتن و زبان در کام چرخاندن گاهی ناخواسته حتی ممکنه کسانی رو آزرده خاطر کنه. من ندیدم کسی از ایشون تا حالا آزرده خاطر. امروز اسم یونس رو به زبون میاریم، هممون اومدیم اینجا که یونس بشیم و تکریم بکنیم و تقدیر بکنیم، چرا که تقدیر از یونس شکرخواه، تقدیر از همه اونهایی است که به رسانه فکر میکنن، میاندیشن، میتپن و با رسانه زندگی میکنن. به هر حال منجر شد به تقویت پلی که بین روزنامه نگاری حرفه‌ای و روزنامه نگاری آکادمیک وجود داشت و من خوشحال هستم که بالاخره خود این مجموعه الان یک قبیله شدند، کسانی که هم روزنامه نگاری بلدند و هم روزنامه نگاری رو درس میدن و آقای شکرخواه هم در این زمینه بسیار موفق. من برای دکتر شکرخواه آرزوی نمی کنم. چرا؟ چون ایشون متخصص این هستن که خودشون آرزوهای خوب بکنن و آرزوهای خوبشون رو انجام بدن، محقق کنن. آقای دکتر معتمدنژاد هم همینجور بودن، یادشون بخیر. آقای دکتر سعدالدین الهی یه مقاله فوق العاده زیبایی در مورد آقای الهی در مورد آقای دکتر معتمدنژاد نوشتن که من، یعنی صدرالدین الهی، آدم آرزوهای بزرگ بودم که هیچ وقت بهشون دست نیافتم. کاظم معتمدنژاد آدم آرزوهای کوچیکی بود که هم به همشون دست یافت. آقای دکتر شکرخواه متخصص آرزو کردن‌های واقع بینانه. درباره دوست به تمام معنا جناب آقای دکتر یونس شکرخواه، من بارها نوشتم و هرچم درباره ایشون بگم از خلق مبتکرانه ایشون، از خلق بزرگوارانه ایشون کم گفتم و حق مطلب ادا نخواهد شد. با افتخار و احترام دعوت میکنم از پدر روزنامه نگاری آنلاین ایران، وارسته محبوب، فرهیخته گرامی و استاد عالی‌قدر، عالی جناب دکتر یونس شکرخواه. تشویق بفرمایید جانانه و شایسته لطفا. خیلی متشکرم. من حاصل جمع همینام که حرف زدند، از کره دیگه نیومدم. من واقعا به شما میگم که مهربونی رو از مهدی فرغانی یاد گرفتم، ذکاوت و سرسختی رو از خانیکی یاد گرفتم، تکنیک رو تا حد زیادی از فریدون صدیقی عزیزم یاد گرفتم، آرامش رو از منصور سعدی یاد گرفتم، بزرگمنشی رو از همین آقای دعایی یاد گرفتم. عرض کردم ما بازنشسته نمیشیم، ما آموختیم که روزنامه نگاری میکشدت مگر اینکه باهاش زندگی کنی. بسیار سپاسگزارم.